دوست مشترک ما، نوشته چارلز دیکنز، ترجمه عبدالحسین شریفیان، گوینده منیژه نظمی، قسمت 66. ویگ، مگر چه فرقی می کند؟ چه فرقی می کند قربان؟ آقای ویگ در خطر تردید و جا زدن قرار گرفته بود که ناگهان فکری خلاق به ذهنش رسید. چه فرقی قربان؟ آقای بافین، شما دارید مرا در محضور قرار می دهید. فرق آن را کافی است زمانی به اطلاعتان برسانم که خانم بافین ما را با حضور خودشان در این مجلس سرفراز نفرموده باشند. حالا که خانم بافین حضور دارند، بهتر است از این مقوله صحبتی به میان نیاید قربان. به این ترتیب بود که آقای ویگ خود را دلیرانه از آن مخمصه رهاند. و تنها این نبود، بلکه با ظرافت مردانه ای تکرار می کرد: حالا که خانم بافین حضور دارند، بهتر است از این مقوله صحبتی به میان نیاید قربان. آقای بافین را در عوض در تنگنا قرار داد و به درد سر انداخت که وی تصور می کرد به درد سر عجیبی گرفتار آمده است. بعد آقای ویگ با پافشاری ویژه‌ای کارش را آغاز کرد. عرصه کارزار را در پیش روی خود باز یافت و به هر سوی و پیرامون جولان داد. هر کلمه دشواری را که می‌یافت بر زبان می‌آورد، چه بیوگرافیکی و چه جغرافیایی، از ساکنان حادث یا دوزخ، ترویایی ها و آنتونین ها به هیجان سخن گفت. از پولیبیوس که آن را پولیبیوس تلفظ می کرد و آقای بافین گمان می کرد باید باکره ای رومی باشد و خانم بافین می پنداشت که او مسئول پایان بخشیدن به این بحث است. داد سخن داد و همراه تیتوس آنتونیوس پیوس به آسمان رفت. باز به این سوی و آن سوی جولان داد و از آگوستوس صحبت کرد و سرانجام با صحبت از کومودوس دوباره به زمین پای نهاد، یعنی همون که با اسم کومودیوس به عقیده آقای بافین سزاوار تبار انگلیسیش نبوده و در حکومت خود بر مردم روم حق نداشته است از این نام خود استفاده کند. آقای ویگ با مرگ این شخصیت تاریخی نخستین دور کتاب خواندنش را به پایان رساند و خیلی پیش از پایان آن بود که خاموش و روشن مکرر شمع خانم بافین در پشت آن کلاه مخملی سیاه وحشت آفریده بود و فقط با بلند شدن بوی تند مداد سوخته بود که معلوم شد پر کلاهش آتش گرفته است که همین امر ایشان را از خواب پراند. آقای ویگ کتاب را بر حسب عادت خوانده بود و در متن کتاب کوشیده بود کمتر اظهار عقیده کند. از این مبارزه پیروز بیرون آمد، اما آقای بافین که دیری نگذشته بود چپوغش را به کناری نهاده بود و از آن زمان به بعد نشسته بود و با دقت تمام و با چشم و گوش باز شرارتها و ستیزگریهای رومیان را دیده و شنیده بود. آنچنان تنبیه شده بود که واقعا دلش نمی خواست به آن دوست اهل ادب شب بخیر گفته و بگوید که فردا هم بیاید. آقای بافین پس از رفتن ویگ و کلون کردن در ورودی منزل به ما خیره شد و با خود گفت: کومودیوس تک و تنها 735 بار در مبارزه با حیوانات وحشی جنگیده است. انگار زیاد تعجب آور نبوده است که تمامی آن 100 شیر را به مبارزه با حیوانات درنده و وحشی بدل کردند. از قرار معلوم این کار عجیب نبوده است که کومودیوس در قالب شخصیت دیگری همه آنها را در 100 مرحله می کشد. مثل اینکه این هم عجیب نبوده است که ویتل اوس در ظرف 7 ماه برابر 6 میلیون پول انگلیسی غذا می خورد. ویگ این چیزها را ساده می گیرد
ولی به جان خودم قسم این چیزها به نظر آدم پیری مثل من چیزهای نادری هستند. حتی همین حالا با وجود خفه شدن کومودیوس باز هم دلیلی نمی بینم که بتوانیم خودمون را بهتر کنیم. آقای بافین وقتی که با گامهای استوار به سوی آلاچیق بافین می رفت سرش را تکان داد و افزود: من تا امروز صبح هیچ فکر نمی کردم در کتاب ها اینقدر مطالب شگفت‌آور دیده شود، ولی حالا دارم می بینم. فصل ششم، سرگردان. شش هم قطار دریانورد شنگول که قبلا گفته شد میخانه ایست با ظاهری غیر عادی، دیر زمانی است که به وضعی ویرانه و فرو افتاده دچار شده است. در تمام این ساختمان نه کف زمین صافی دیده می شود و نه خط راست و مستقیم، ولی تا کنون پا بر جا مانده است و پای بر جا خواهد ماند. بهتر از هر بنای ساخته شده و بیش از هر امکنه عمومی زیباتر و آراسته تر. از نظر نمای بیرونی آش شل قلمکار پست و بلندی است از چوب با پنجره‌های گرد و گلوله که روی هم بالا آمدند و انسان خیال می‌کند یک مشت نارنج را روی هم قرار دادند، با ایوان بدقواره‌ای که به رودخانه مشرف است. در واقع تمامی این بنا به استثنای آن دکل پرچم بی حال و لرزان که بر بالای بام سر برافراشته است همه بر رودخانه مشرف است، ولی از دور می نماید که انگار کسی در آب شیرجه رفته، ولی در میان راه و نزدیک به سطح آب توقف کرده است و هرگز به درون آب نمی رود. این توضیحات مربوط به آن بخش از میخانه شش هم قطار شنگول می شود که رو به رودخانه قرار دارد. قسمت عقب این خانه گرچه در ورودی اصلی در این سو واقع است، طوری ساخته شده که در سمتی که با بخش جلو مرتبط می شد شکل دسته اوتو به خود می گرفت که در پهن‌ترین قسمت آن به صورت عمودی بالا آمده بود. این دسته اوتو در ته بیابانی از حیاط و کوچه قرار داشت. بیابانی که آنچنان به سوی میخانه کشیده شده و بر آن فشار می آورد که بعد از در این میخانه حتی یک وجب زمین خالی دیده نمی شد. هم به این دلیل و هم به دلیل بالا آمدن آب رودخانه، این خانه نیز در محاصره آب قرار می گرفت و هرگاه دریانوردان به طور دست جمعی یا خانوادگی لباس می شستند، لباسهای شسته را معمولاً از طنابهایی آویزان می کردند که روبروی اتاقهای پذیرایی و خواب می بستند. چوبهایی که با آنها دودکشها، تیرک ها، تیغه های جدا کننده، کف اتاق ها و درهای میخانه شش دریانورد شنگول ساخته شده یادآور خاطرات بسیاری از زمان تراوت و تازگی بودند که رو به کهنگی نهادند. این چوب ها همچون درختان کهنسال و فرتوت تاب برداشته و ترک خورده بودند و گره هایی نیز در آن پیدا شده بود. در بعضی جاها آنچنان تاب برداشته بودند که بیشتر به شاخه های درخت شبیه بودند. در این حالت در وضعی بود که درباره زندگی اولیش می توانست حکایت ها و داستان ها باز نماید. بی دلیل نبود که غالبا بعضی از مشتریان همیشگی این میخانه که باربران اسکله ها بودند بر این اعتقاد بودند که هرگاه نوری بر ذرات بعضی از الوار میتابید، به ویژه بر یک کمد چوب بلوط که در گوشه ای از بار کار گذاشته شده بود، انسان می توانست ردی از جنگل و درخت های کوچک مثل درخت های مادر پر از برگ های سایه گستر را ببیند. شش هم قطار دریانورد شنگول باری بود که سینه هر انسانی را آرامش می داد. فضای مورد استفاده آن زیاد از کالسکه شش نفره نبود،
ولی هیچ کس دلش نمی خواست که میخانه بزرگتر از این باشد و بشکه های تنومند کوچک و بطری های کیپ هم که به خاطر خوشه های انگور ساختگی می درخشیدند و لیموهایی که در کیسه های توری نهاده شده بود و بیسکویت های درون سبد ها و ساقیان مؤدبی که هنگامی که آبجو جلوی مشتریان می نهادند تعظیم می کردند و پنیری که در گوشه دنج جای داده شده بود و میز کوچک خانم صاحب میخانه که آن هم در گوشه دنج و کنار بخاری بود و همیشه رومیزی بر آن پهن بود تمام فضای آنجا را گسترده بودند. این پناهگاه را تیغه شیشه ای و نیمدری با آستانه ای سربی که شیشه مشروب بر آن می نهاد از آن دنیای آشفته جدا کرده بود. اما روی این نیمدر گوشه دنج آن میخانه آنچنان شلوغ و پرصدا بود که مشتریان با وجودی که ایستاده و در گوشه ای تاریک و راهروی بیباد خیز مشروب می نوشیدند و سایر مشتریانی که می آمدند و می رفتند به آنها تنه می زدند خوشحال بودند که در درون میخانه با یار مشروب می نوشند. بقیه جاها محل نوشابه فروشی و سالن میخانه شش همقطار شنگول مشرف به رودخانه بودند و پرده های قرمز رنگی داشتند که با سلیقه بعضی از مشتریان هماهنگ بود و در آنها ظروف گرم کننده قابل حملی در اختیار مشتریان نهاده می شد که به شکل کل قند ساخته شده بودند و آنها را مخصوصاً به این شکل ساخته بودند که با آن نوک تیزشان بتوانند به وسیله زغال هم شراب مشتریان را و هم مشروبات دلپذیری مثل پرل، فیلیپ را گرم کند. مشروب اول مشروب دلخواه دریانوردان باربر بود و با اعلانی که روی تابلوی اعلانات آن چسبانده شده بود دوستانه به شما می فهماند که اینجا خانه پرل پیش غذاست، زیرا از قرار معلوم پرل را باید قبل از هر چیز نوشید و این به خاطر خاصیت اشتها آوری است که دارد و به مصداق سحرخیز باش تا کام روا باشی، هر که زودتر بیاید شراب پرل به او میرسد یا چیز دیگر، من نمیدانم. فقط این را هم باید بیفزایم که در آن دسته اتو روبروی بار اتاق خیلی کوچکی بود، مثل کلاه سگوش که در آن نه اشعه مستقیم آفتاب، نه نور ماه و نه نور ستاره ای میتوانست بتابد. اما خیال پردازان آن را جای امن و پناهگاه مانندی می پنداشتند، همراه با وسایل راحتی و امکان استفاده از چراغ گاز، و بر در آن نام فریبنده هم نوشته بودند: استراحتگاه. میس پاترسون تنها مالک و مدیر میخانه شش همقطار شنگول با قدرت مطلقه بر اریکه فرمانروایی میخانه نشسته بود و حکم روایی می کرد و در واقع مرد می خواست که حتی تصورش را بکند که می تواند با وی به ستیزه جویی برخیزد و بتواند مستی و عربده جویی کند. این زن که در قلمروی قدرت خود به میس ابی پاترسون مشهور شده بود. بعضی از بزن بهادران که مثل خود رودخانه ها آدم های پاک و صافی نبودند، کوردلانه چنین میپنداشتند که این نام را به خاطر وقار و سنگینی و قدرت اراده‌ای که داشت در رابطه با نمازخانه کلیسای وستمینستر بر او نهادند. اما کلمه ابی خلاصه شده ابیگیل بود که در حدود 60 و اندی سال پیش از این در مراسم تعمیدی که برای وی در کلیسای لایم هاکس برگزار کرده بودند بر او نهاده بودند. میس ابی پاترسون در حالی که انگشت اشارهش را روی نیم در گذاشته بود گفت: با شما هستم، گوش کن رایدرهود، در این میخانه دیگر جای تو نیست و در واقع به اتاق تو بیشتر احتیاج داریم تا شخص خودت، اما اگر از تو پذیرایی شده سزاوار آن نیستی. از امشب به بعد که این آبجو را نوشیدی دیگر حق نداری به اینجا بیایی و یک قطره مشروب بنوشی، بنابراین هرچه بیشتر میتوانی بخور. آخر میس پاترسون،
گرچه با لحنی بسیار فروتنانه ادا می شد، وقتی من آدم مؤدبی باشم، شما نمی توانید به من خدمت نکنید میس. ابی با لحنی عجیب گفت، آره، نمی توانم. نه میس پاترسون، چون که می دانید قانون؟ میس ابی گفت، حضرت آقا، اینجا من قانون هستم و اگر باز هم شک داری می توانم این را بهت ثابت کنم. من که نگفتم من شک دارم میس ابی. پس خوش به حالت.